خاطرات ترک خوردی. اگه اجازه بدید به اتفاق دوستانمون سری بزنیم به دنیای خاطرات این رزمندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که کسای دیگه بهت بیان اینجا حرف بزنن، کسایی که بیشتر از ما هم حق دارن، هم به انقلاب هم به جنگ، ولی جاشون اینجا خالیه و هیچ وقت ازش حرفی نمیزنن. هیچ کس اونها هیچ مدالی نداره. من فکر میکنم منظور دوست عزیز ما فرماندهان جنگه. فرمانده ها که همه جا از کاش از دیدن به از کاش عمل میکنن. ما به فرمانده ها چیکار داریم؟ ما منظورم کساییه که بعد از جنگ هم جنگش تموم نشده، ولی یک رزمنده هم مادر بودن هم همسر. بله به نکته خیلی ظریف و قشنگی اشاره. یک ضرب المثل چینی هست که ما مشهدی ها میگیم که زن بلاست، اما خدا هیچ خانه رو بی بلا نکنه. بله ظاهرا خانم از این قسمت صحبت های شما خیلی خوششون اومده. انشالله که خانمتون هم در منزل قدردانی های شما به گوششون میرسه. من میخواستم از لیلا آب دست بذار زمین بیارسم خودت اینجا. بله بله اجازه بفرمایید بنده برای خانواده شما آرزوی سلامتی میکنم. اصلا زنده میکنم خدمت شما. الان بله میخواستیم خواهش بکنیم که لیلا میکنی من میخواستم خواهش بکنم ازتون در مورد شبهای عملیات و حس و حالی که بچه های رزمنده داشتن برای ما حرف بزنید. ما سب کنیم، ما لیلا خبر کنیم، خیلی خاطره تعریف کنیم. لیلا بینندگان عزیز به یک ولی توجه بفرمایید، در خدمت شما هستیم. معرفی میکنم خدمتتون همسر حاج مرشد. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید شما ظاهرا از پرسنل همین بیمارستان. بله بله همینجا مربوط تور زد دیگه. واقعیتش اینه که اینقدرام که آقا مرشد میگن من خوب نیستم، هر کاری هم کردم وظیفه بوده. ما همه مجنون این آدم. بله برنامه خانواده شد. چه اشکالی داره؟ میتونیم ازشون خواهش کنیم از نحوه آشناییشون و ازدواجشون تعریف کنن. به هر حال اونم به دوره جنگ مربوط میشه. ببخشید اگه میشه اجازه بدین آقا مرشد تعریف کنه، من روم نمیشه. خدمتتون عرض کنم که ما توی یکی از عملیات ها مجروح شدم، بعد آوردنم تو همین بیمارستان. لیلا خانم خیلی با ما رسیدگی کردن، کم کم علاقه ایجاد شد و ما هم بهشون علاقه پیدا کردیم. کم کم دیگه رفتم خواستگاری شو و کم کم دیگه بعدش خودت آمدنم. آقا ماشین بله بله بسیار بسیار عالی. نه میخواستم عرض بکنم که واقعا اون موقع ازدواج چقدر کار راحتی بوده و خانواده های ما باید سرمشق بگیرن از رزمندگان و نحوه زندگی، نحوه ازدواج. نه اونقدرم که شما فکر میکنی راحت نبود ها. ما صد بار رفتیم در خانه شما، آمدیم هی رفتیم هی آمدیم، دیگه خسته شده بودیم. از آخر متوسل شدیم، دست به توسل پیدا کردیم. احسنت. گفتیم اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم لطف صاحب خانه را. گفت چی میخوای؟ گفتم در و باز کن. گفت تا نگی که از دیدر و باز نمی کنم. آی مردم منم مجبور شدم. گفتم لیلا در باز کن بینندگان عزیز به یک بوله میام پرده توجه بفرمایید، دوباره خدمت میرسیم. خوش اومد مردم. این بوله ولت. چرا هر وقت ما رو دعوت میکنن مردم باید گریه کنه؟ خب بخندن. آی